سلام، من مینا جوشغانی هستم. به تماشا خوش اومدین. برنامه این هفته به معرفی آثار فیلمسازان ایرانی اختصاص داره. در برنامه این هفته مرزهای بی پایان، ساخته عباس امینی. به کوچه خوشبخت، ساخته سری موی سینگ. روزی همه چیز را به هم خواهیم گفت، ساخته امیلی عاطف. همش کارگران رو میندازه به جونم، دور و بر سرور میچرخه. دشت خاموش، ساخته احمد بهرامی. فیلم مرزهای بی پایان بهمن ماه 1401 جایزه اول جشنواره فیلم روتردام رو گرفت. این فیلم که ساخته عباس امینیه، داستان معلمی تبعید شده رو روایت میکنه که درگیر ماجرای یک خانواده پناهجوی اهل افغانستان میشه. بچه ها، همه ساکت، بخوام یه چیزی بهتون بگم. ماما میخواد تو دلش یه آرزو بکنه، بعد این شمع رو فوت بکنه. خواهشی کردی؟ حالا فوت کن. فیلم مرزهای بی پایان در مورد یک معلمه که در واقع یک حکم تبعید داره و تو حکمش باید اونجا درس بده، یعنی مدتی که اونجا هست. تو تایمی که اونجا هست در واقع وارد ماجرای یک رابطه عاشقانه یکی از دانش آموزاش میشه با یک سری مهاجر افغان که به اون منطقه پناه آوردن. من و تو رو یه جا گرفتن دیگه، درسته، با یه جرم مشترک. چه فرقی بین من و تو بود که منو انداختن زندان، تو تبعید شدی؟ نصف پروندهش به خاطر اعترافای تو. بالاچ، میفهمی داری چی کار میکنی؟ میخوای بگی پیرمرد شوهرشه؟ ایده اولیه کار رو من از در واقع یکی از اقوام که معلم بود و اون تو اون مناطق درس میداد گرفته بودم و همیشه دوست داشتم برم از دید یک معلمی که در واقع تبعید شده توی منطقه‌ای و خیلی به نظرم این موضوع بد بود که آقا یک منطقه‌ای که یه آدم‌های توش تبعید میشن، ساکنین اونجا چه سوالی دارن؟ یعنی فکر می‌کنن جایی که ما داریم زندگی می‌کنیم محلشه، در واقع مجازات یک نفره و این خیلی برای من حس عجیبی داشت. تا حمله طالبان به افغانستان شروع شد و حجم مهاجرینی که در واقع وارد ایران شدن و فکر کردم خب خیلی بستر مناسبیه که این دوتا قصه رو از ورود مهاجرانی که از اون ور مرز میان اونجا و مواجهه اینها با هم دیگه، یعنی معلمی که اونجاست و مهاجرینی که در واقع میان، گفتم خیلی موقعیت خوبیه که بتونم اون قصه رو تو اون بستر بگم. شما کجا هستین؟ افغانی. از کجا اومدی؟ از شبان. کجا میری؟ شبانه. پس مادر کار میکنی؟ آره. مدارکی چیزی داری؟ سکونتی، اقامتی تو ایران؟ نه. محبت کن، پیدا شو. شما کجا میین؟ من معلم هستم. کجا؟ باقا بازار. از کجا تردد میکنی؟ همیشه همین مسیر. همین مسیر. چجور میشه مکانی که محل مجازات در واقع یه عده هست چجور تبدیل میشه پناهگاه یه عده دیگه؟ یعنی آدم ها از یک جایی از یک شرایط بدتری فرار میکنن میان اونجا که تازه پناه میارن که در واقع بتونن زندگی بهتری داشته باشن. خود این رو من خودم خیلی دوست داشتم و فکر میکردم که خب این رو از زبون افغانی ها با ورود اونا به در واقع به منطقه سیستان و بلوچستان خیلی راحت تر میتونم عنوان کنم. بلدم راست بگویم، راست بگویم. نوع روایتی که انتخاب کرده بودم برای قصه در واقع ایجاب میکرد که خیلی به گذشته آدم ها نپردازیم. در مورد همه شخصیت ها یه گذشته کوچیکی میفهمیم که اینا کیان و چیان و چرا اونجا هن. اما برای خودم مهم بود که مواجه شدنشون با همدیگر بیشتر بهش بپردازم، یعنی خیلی ذهن رو نبرم سمت این که خب اینا چه کاراکترها در واقع از کجا میان، چه گذشته ای داشتن، نوع زندگی هاشون چه جوری بوده. بیشتر دوست دارم تو اون موقعیته، یعنی همیشه هم تو فیلم سازی برام این جالبه که آدما موقعی که سری دوراهیایی قرار میگیرن اونجا چه تصمیماتی میگیرن. جنگ بی 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 جنگ کنه میرا و نه کنه تاسو وای یا پشتو هزار نمیشناسید.
رو برش قفل کردیم. چیکار داری میکنیم؟ نزنش بابا، بلش کن برادر، همزمون بلش کن نزنش. در واقع فیلم مرزهای بی پایان به نظرم در ادامه باز فیلمهای قبلی میره. من سعی کردم اونجور نگاهی رو که در واقع به دنیا دارم سعی کنم تو فیلمام هم منعکس کنم. فکر میکنم در ادامه همون لحن قبلی که داشتم و شاید تو تجربه شخصی خودم احساس میکنم توی فیلم یه ذره پخته تر شده باشم و یکم تجربه بیشتری پیدا کردم. حسیبا آقا چی شده به من بگو دیگه؟ حسیبا چرا با ایستادی بی سر کلاس؟ آقا خدا کجا میری در تو؟ یه بریم سر کلاس کجا وایسا؟ فیلمسازی هندی به نام سری مویی سینگ که عاشق فروغ فرخزاد و سینمای ایرانه به ایران سفر میکنه و مستندی میسازه به نام به کوچه خوشبخت که در اون سینماگرانی مثل جعفر پناهی و محمد شیربانی هم حضور دارن و درباره مسائل مختلفی از جمله سانسور و معضلات جامعه ایران حرف میزنن. فیلم به کوچه خوشبخت درباره مقاومت مردم ایرانه. اینکه چطور این مردم با وجود محدودیت‌هایی که حکومت ایجاد کرده و با وجود سانسور زندگی روزمره‌شون به مقاومت تبدیل شده. من مخصوصاً تمرکزم رو گذاشتم روی هنر و به این موضوع پرداختم که ما چطور از طریق سینما، موسیقی و شعر راهی برای ابراز خودمون پیدا می‌کنیم. Mediums of art. مثلا چطوری گریه میخواستی کنی؟ چی کار میکردی؟ فقط صحنه گریه کردن یادمه که با هم دیگه با آقای پناهی قول و قراری گذاشته بودیم که هر وقت که لازمه من گریه بکنم آقای پناهی زانو میزدن روی زمین هم قد من میشدن موازی هم دیگه به چشمای من نگاه میکردن و دیدم بازوام هم میگرفتید بعد با یه حسی به من القا میکردیم که الان باید گریه کنی و من گریه میکردم واقعا. در دانشگاه در کلاس سینمای جهان به مبحث سینمای ایران رسیده بودیم و من عاشق فیلم بادکنک سفید جعفر پناهی شدم. همینطور عاشق فیلم‌های کیارستمی و مخمل باف. در این حال شعرهای فروغ فرخزاد رو هم می‌خوندم و سینمای ایران و شعرهای فروغ روی من تأثیر زیادی گذاشت و الهام بخشم شد و فکر کردم که باید شعرهای فروغ رو به فارسی بخونم چون در ترجمه همیشه یه چیزی گم میشه. این شد که تصمیم گرفتم برم ایران که اونجا فارسی یاد بگیرم و فیلمسازها رو ملاقات کنم. اونجا که بودم شروع کردم به فیلم برداری و این فیلم اینجوری شروع شد و شکل گرفت. وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود و در تمام شهر قلب چراغ‌های مرا تکه تکه می کردند، وقتی که چشم‌های کودکانه عشق مرا با دستمال تیره قانون می‌بستند. جامعه هند هم جامعه مردسالاریه. مثلا من به عنوان یک زن جوان اصلا فکر نمی‌کردم که بشه راجع به امیال زنان و درباره امیال جنسی اونطور که فروغ صحبت می‌کنه صحبت کرد. اشعار فروغ نشون میده که آدم چطور می‌تونه ابزار ابراز خودش و بدنش رو دوباره از آن خودش کنه و مکنونات درونیش رو با شعر بیان کنه. فروغ از این جهت خیلی برای من مهم بود. آیس کریم شاپ دیر تو لفت دت واز نایس بات آی نو دیس داز نات اگزیست چی شو وات چی گفتی گام فکر میکنم مضمون فیلم من اینه که زندگی روزمره چطور میتونه به مثابه کنش مقاومت باشه. فیلم نشون میده که چطور مردم از طریق هنر، سینما، موسیقی، شعر لحظاتی آزادی به دست میارن و به نظرم این برای ایرانیان بخش ضروری زندگیه. فکر کنم هنوزم بتونم بازیگر خوبی باشم آقای
امیلی عاطف، فیلمساز فرانسوی آلمانی ایرانی تبار، در فیلم روزی همه چیز را به هم خواهیم گفت داستان دختر 19 ساله ای را روایت میکنه که در آستانه فرو ریختن دیوار برلین در آلمان عاشق مردی 40 ساله میشه. امیلی عاطف درباره ظرایف قصه این فیلم که در بخش مسابقه جشنواره برلین به نمایش در اومده با ما صحبت کرده. Was ist denn heute mit der? Ich mag die Sehnsucht in deinem Blick. So einen Ausdruck habe ich selten von dir gesehen. This is my first novel adaptation. این اولین فیلمیه که بر اساس یک رمان ساختم. اسمش هست روزی همه چیز را به هم خواهیم گفت. مفهوم پشت این اسم اینه که رازی در بینه که عاقبت یه روز دربارش با هم صحبت میکنیم و این یعنی امید هست. فیلم ماجرای زن جوونیه به اسم ماریا که با مردی مسن‌تر از خودش آشنا میشه. این مرد دو برابر او سن داره و همسایه روبروی مزرعه‌ایه که متعلق به خانواده دوست پسر ماریاست. زمان فیلم تابستان 1990 درست بعد از سقوط دیوار برلینه و ماریا و دوست پسرش به مناطق روستایی آلمان شرقی اومدن تا با خانواده پسر زندگی کنن. اینطور به نظر میاد که طبیعت اون منطقه شاهدیه بر ملاقات این دو انسان بیگانه، ماریا و مرد همسایه، و داستان میل شدید و اشتیاق از زاویه دید شخصیت زن فیلمه. ماریا شنیده که همسایه مرد پریشان، غمگین و در این حال پرجذبه‌ایه و وقتی ملاقاتش میکنه آتشی در دلش روشن میشه. ماریا میدونه که این آتش ممکنه بسوزونتش ولی باید این مسیر رو بره تا خودش رو بشناسه. Hilly. Alles gut, Maria. Die tun dir nichts. نیروی جوانی میخواد این باور رو به وجود بیاره که این عشق همیشگیه. ماریا داره رمان برادران کارامازوف رو میخونه و در این رمان هم با مضمون عشق روبرو میشه. میبینیم که شور و انرژیش اونو به سمتی میبره که همه ما ممکنه بگیم مراقب باش، مراقب باش. و فکر میکنه این عشق ابدیه. در حالی که شخصیت مرد داستان هنر که 40 سالشه و سرد و گرم روزگار رو چشیده، فکر نمیکنه که کسی بتونه برای همیشه عاشق او باشه. Wir sind die Wanderer ohne Ziele, die Wolken, die der Wind verweht. Schließ mit deinen kühlen, guten Händen alle Wunden zu, dass nach innen sie verbluten. Die wollte ich eigentlich mal meiner Tochter schenken. Du gehörst ja zu uns. Ich halte es nicht aus. Ich will sie nicht mehr belügen. دانیلا کرین نویسنده رمانی که فیلم بر اساسش اهل آلمان شرقیه. من خودم در برلین غربی به دنیا اومدم. وقتی دیوار برلین فرو ریخت برای خیلی ها رهایی و آزادی بود. اما برای خیلی ها زدش بود. چون یک دفعه شغلشون از دست دادن. مثلا کسایی که توی کارخونه تولید قطعات ماشین لباسشویی روسی کار میکردن. اینا یک شبه کارشون رو از دست دادن و هیچ کس هم به دادشون نرسید. وارد جامعه جدید نشدن. انگار که یه جهان مرده بود و جهان کاملا جدیدی به وجود اومده بود و این آدم ها توی برزخ بودن.
اینه که هنوزم بعضی از اهالی آلمان شرقی دلچرکینن و در رفتار بعضی آلمان غربی ها هم گاهی یه جور تکبر دیده میشه و فیلم سعی داره با به تصویر کشیدن بازگشت دوست پسر ماریا از آلمان غربی به آلمان شرقی و دیدار دوبارش با خانواده‌ای که در شرق مونده بوده به این موضوع هم بپردازه. Ich werde es keinem erzählen. دشت خاموش ساخته احمد بهرامی، فیلمساز ایرانی، فیلمی با نماهای بلند و تصاویر حساب شده سیاه و سفید. دشت خاموش داستان تلخی رو در یک کارخانه دورافتاده آجرپزی روایت میکنه، جایی که یکی از کارگرها عاشق دختر جوانیه که اونجا کار میکنه، اما به نظر میرسه که دختر با رئیس کارگاه رابطه ای داره. دشت خاموش که در جشنواره ونیز جایزه فیپرشی، یعنی جایزه انجمن منتقدان بین المللی رو به دست آورده، در جشنواره های زیادی به نمایش در اومده. کلاس چهارم پنجم دبستان که بودم، یه فرصتی پیش اومد، خونه عمم بودم در یک شهری در به نام ملایر در استان همدان ایران. اولین بار اونجا کوره آجرپزی رو از نزدیک دیدم و کار کردن آدم‌ها، و این سال‌ها همینجوری با من بود تا اینکه در سال 2019 میلادی خوندم که در کوره‌های آجرپزی هیچ کس بازنشسته نمی‌شود، و این تیتر خیلی برای من تاثیرگذار بود. بلافاصله یاد اون خاطره قدیمی از کوره‌های آجرپزی افتادم، رفتم حدود 60-70 تا کوره رو از نزدیک دیدم، ساعت‌ها با این آدم‌ها حرف زدم و کم کم به قصه که در فیلم دشت خاموش می‌بینیم رسیدیم، یعنی یک مثلث عشقی که بین شخصیت اصلی کار لطف‌الله، کارفرما یا آقا خان، و زن اصلی قصه به نام سرور به وجود اومد. این کارش بین کارگرا اختلاف میذاره. خودش خیلی کارا میکنه که به گوش شما نرسیده. همش کارگرا رو میندازه به جونم، دور و بر سرور میچرخ. همه چیز به گوش من میرسه. من راضی بشم، خواهر و برادرام راضی نمیشن. میفهمم. من از همون ابتدا وقتی که به قصه زندگی روابط بین کارگرها و کارفرما فکر می‌کردم و به طور کلی کارگرها در همه جا، یعنی فقط نه در ایران و خاورمیانه، همه جا، در هر جایی که یک صنعتی وجود داره، یک سری انسان کار می‌کنن برای تولید یک محصول، به نظر من میرسه که یک تکراری هم وجود داره. یعنی شما هر روز صبح میرید و یک کار مشابه رو انجام میدید. برای اینکه این تکرار رو در کار بیارم، به این فکر کردم که خب در شکل تصویری من این تکرارها چی میشن. خب یکی اینکه تو خود کوره پر از المانهای تکرار بود، خود واحدهای آجر تک 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 که ساخته میشه یک در حقیقت قالب همشکله که این یه سری تکرار میشه. به این فکر کردم خب حالا در دیالوگ ها هم پس تکرار داشته باشم، حالا در سکانس ها هم که جابجا میشه در تصویر، این سکانس روایت که داره میره جلو، روایت هم تکرار بشه. برای همین کلمه کلیدی در کار دشت خاموش شد تکرار. تو مدل روایتی که من دوست داشتم انجام بدم از زندگی کارگرها و اون فضایی که در اون کوره وجود داشت و اینا، فکر میکردم که من به یک پیوستگی نیاز دارم. این پیوستگی هم اینجوری بود که نمیشد واقعا تقطیع کرد، یعنی نما و نمای عکس گرفت. تمام تلاشم رو کردم همراه با آقای امینی که ما جوری طراحی بکنیم پلانها رو که بتونیم در یک برداشت کلش رو بگیریم و صحنه یا سکانس هم اونجا شروع بشه و تموم بشه و چیزی خورد نشه، یعنی ما پلان لایی نداشته باشیم، برای اینکه احساس این که این دقیقاً عین واقعیت بیشتر خودش نشون بده. و میگم به هر جهت پیوستگی زمان در این کار برای من خیلی مهم بود.
شاید به نظر برسه که خیلی جاها بازی‌ها داره بداهه انجام میشه یا خیلی جاها خیلی قابل داره کنترل میشه. در حقیقت هر دو نوع اینها بود. ما قبل از فیلم برداری روزهای زیادی رو با بازیگرای اصلی رفتیم در کوره و از نزدیک اینها هم کار کردن کارگرهای واقعی رو دیدم. همین که خودشون شروع کردن شاید دو روز سه روز آجر تولید کردن و خیلی با محیط یکی شدن و اینا. از اون طرف هم خب فیلمنامه تقریبا چارچوب اصلیش مشخص بود و مهم این بود که واقعا محتوای دیالوگ ادا بشه و همچنین وقتی که تو تمرین ها می رفتیم جلو بهشون می گفتیم خیلی خب اینجا الان قراره شما این فرغون رو برداری بری تا اونجا، هر جور که راحت این کار رو انجام بده و بعد ما نسبت به اون روتوش میکردیم یا اون حرکتش رو نسبت به حرکت دوربین ما روتوش میکرد. برای همین تلفیقی از واقعا بداهه بود و اون شاید بتونم بگم میزانسنی که از قبل در فیلمنامه طراحی شده بود. اگه نگفتم بخنه این بار با تو هم شاهو بایستا شاهو اگه نگفتم بخنه این بار آها آها نگفتم بخنه این بار برای من سینما واقعا با فیلم طبیعت بیجان سهراب سعید سالس شروع میشه و با کیارستمی واقعا به اوج میرسه و با آقای بلاتار مجارستانی ادامه پیدا میکنه. خیلی یاد گرفتم، هم میزانسن از تو فیلماش یاد گرفتم، هم واقعا میتونم بگم مدل بازی گرفتن یاد گرفتم. آره واقعا ایشون در مجارستان، من در ایران، هیچ وقت من نزدیک. چرا یه بار در جشنواره ونیز بعدام و تلفنی بعدها حرف زدیم، ولی یه جوری احساس کردم که واقعا انگار که یه جور شاگردی، مثل آقای کیارستمی که رفتم سر ورکشاپش، ایشون هم از طریق فیلمناش انگار که من یک ورکشاپی شرکت کردم. حالا میگم شاید خیلی جا این تصور پیش بیاد که خب این کپیه، کپی نیست. من خودم رو بیشتر تحت تاثیر گرفتن و تاثیر گرفتن از یک استاد یا یک فیلمساز بزرگتر میدونم و به نظرم چیز درستی هم هست. یعنی به هر جهت ما هممون که شروع میکنیم کار کردن، از یک جایی باید به هر جهت از تجربه‌ای که تو این صد و خورده سال سینما اومده جلو استفاده بکنیم، که من هم از این استفاده کردم و میگم به طور کلی این ایدئولوژی و نگاهیشون در سینما رو هم خب خیلی دوست دارم و دنبال میکنم. Natalya! سلام آخه. سلام. به کارگرا بگو بعد از نهار نه سر کار بیان جلوی دفتر کارشون. بله آخه. همه بیان ها. زن و بچه کوچیک و بزرگ. کار مهم داره. من فکر میکردم در لوکیشن و قصه ای که و محیطی که من میخوام قصه‌ام رو تعریف بکنم به اون معنا رنگ وجود نداره و خب وقتی این رنگ وجود نداره حالا من باید تن کاراکترهام بیام طراح صحنه و لباس یه چیزهایی رو بیاره، مثلا هارمونی ایجاد کنیم بین رنگ‌ها. اصلا من ابتدا فکر کردم که خب واقعا چاره چیه؟ چاره اینه که واقعا ما بریم بین دو رنگ، حالا سیاه و سفید و یه کوچولو خاکستری. ما وقتی که فیلم سیاه سفید می‌بینیم، فیلم چهار به سه می‌بینیم، ناخودآگاه یاد یک گذشته می‌افتیم. یک انگار با خودش یک نوستالژی داره، انگار که در زمان دورتری اتفاق افتاده. این در زمان دورتری اتفاق افتادنه برای من مهم بود. البته ضمن این که فیلم واقعا زمان خاصی نداره، چون قصه واقعا کارفرما و کارگر و این هاست دیگه. برای همین منم سعی کردم که برم سمت سیاه و سفید بودم. سرور پره یخ کردم برات. حسن نکن ممرزا، یعنی آب به من بده. آخون گفت بیا برات کار دارم. باشه میرم. گفت الان بیا. چی کار داره؟ نمیدونم،
بس که یه چیزی برات آورده. چی؟ نگفت بهم. خب میگرفی ازش میآوردی. نداد بهم. من زور میرم الان گر خوش میشه. آخان زور بر میگره شهر را الان برو من میزنم. برنامه این هفته اینجا به پایان میرسه. یادآوری کنم که تماشا رو میتونید از یوتیوب بی بی سی فارسی هم ببینید و گزارش‌های برنامه رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.